سلام و عرزاده. وقت همگی به خیر باشه دوستان عزیز با یک آپدیت تحلیل از توکن بیبی دوج کوین یک میم کوین بسیار پرطرفدار که با این که قیمت داره باز هم کاهش پیدا میکنه به سمت پایین و روند سعودی که به سمت بالا شروع کرده بود ادامه نبود و مثل تحلیل های گذشته ما که رجبش صحبت کردیم گفتیم که قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و همین اتفاق هم افتاد داره پیش میره جلو باز هم همچنان خیلی از افراد در حال خرید هستند یه آپدیت تحلیل می‌خوایم داشته داشته باشیم ببینیم که وضعیت به چه شکلی خواهد شد کجا میتونه کف بیبی دوج باشه و دوباره استارت بزنه و به سمت بالا حرکت کنه هرچند که توی ویدیو گذشته حمایت ها مشخص هستش مقاومت ها مشخص هستش نیازی به تکرارشون نیستش ولی باز هم ما راجع بهش میخوایم صحبت کنیم راجع به حجمم صحبت خواهیم کرد حتما تا انتها نگاه کنید لایک کردن ویدیو فراموش نشه نظرتون رو حتما زیر این ویدیو کامنت کنید و دوستان یه نکته ای که هستش یه گروهی هستش خیلی از دوستان توی کامنت ها از من درخواست کرده بودن گفته بودن که یه فضایی باشه که بتونن هولدر های بیبی دوج کوین اونجا در ارتباط باشن یه گروه تلگرامی هستش که همه هولدر های بیبی دوج کوین اونجا حضور دارن و بزرگترین گروه بیبی دوج کوین هستش که واسه بیبی دوج کوین و هولدر هاش طراحی شده و بزرگترین هستش لینکش رو زیر ویدیو میذارم بیبی دوج پرشین هستش اسم گروه و لینکش رو با زیر ویدیو میذارم اون دوستانی که خواستن عضو بشن از اونجا میتونن اطلاعات پیدا کنن والا خبرها و ویدیو هم حتی منتشر میکنیم کنار کانال تلگرامی خودمون اونجا هم میتونین ویدیوها رو مشاهده کنین خب برگردیم نمودار बेबी دوشکانی یه بررسی داشته باشیم وضعیتش رو ببینیم که به چه شکلی هستش دوستان صرافی هم من قبلا معرفی کردم و گفتم که کدوم صرافی در حال حاضر مطمئن هستش و معتبره و میتونیم باش کار کنیم اکثر ایرانی‌ها دارن کار میکنن اون دوستانی که فعلا با این صرافی سرف کار نکردن توصیه میکنم که توی این صرافی سرف هم یه ثبت نام داشته باشن که در آینده به مشکل بر نخورن مثلا صرافی دیگه اومدن احراس هویت و سخت‌ترش کردن این صرافی بتونه بهشون کمک کنه صرافی هم که اسمش بینگیکس هستش که لینکش رو زیر ویدیو گذاشتم که کارمز کمتری از شما گرفته میشه خب از طریق حتما اون لینک برید به ثبت نام خودتون رو تکمیل کنید الان داریم نمودار به دوش کوین رو نگاه میکنیم که تا تایم فریم روزانه توکن سوزی ها داره همچنان انجام میشه ولی قیمت داره کاهش پیدا میکنه گذشته اگر یادتون باشه اینجاها توکن سوزی انجام میشد اینجا پورتال توکن سوزی بودش به سمت بالا حرکت میکرد ولی الان که داره اصلاح میکنه به سمت پایین یه خبری منتشر میشه مثلا توکین سوزی میخواد انجام بده قیمت حرکت خاصی رو تجربه نمیکنه دلیلش چیه دلیلش اینه که پولهای سنگینی که اینجا وارد شده بودن برای اینکه یک نوسان کوتاه مدتی بگیرن اینجاها از بازار خارج شدن شما فرض کنی که یه فردی که خیلی بزرگ هستش مثلا میلیارد دلاری داره معامله میکنه میاد اینجا خرید انجام میده هول میده قیمت رو به سمت بالا جو میدن خبرسازی میکنن صرافی بایننس اینا به جمعشون میپیونده و اینجا دوباره اون فرد بزرگه میاد از مارکت خارج میشه چه اتفاقی میفته کنار افرادی که دارن فروش انجام میدن و عرضه وارد میکنن این فردی که تو سرمایه بسیار بزرگی داره از بازار میاد بیبی دوش کنه خودش رو میکشه بیرون یه دفعه قیمت میاد کاهش پیدا میکنه به سمت پایین به اصطلاح خودمون سیو سود هستش که من توی ویدیوهای گذشته یک بار اینجا خودمون سیو سود انجام دادیم گفتیم که آقا من اینجا یه سیو سودی انجام دادم یک بارم نزدیک این عدد ها بودش که سیو سود خودمون رو انجام دادیم با اینکه قیمت به سمت بالا باز حرکت کرد و روند سودی رو داشت ولی نکته مهمی این بودش که قیمت به سمت پایین اومد اصلاح کرد و حمایت ها و مقاومت هایی که پیش روی خودش بودش مقاومت ها رو نتونست بشکنه و حمایت ها هم که داره یکی یکی شکسته میشه حالا از لحاظ حمایت عدد رو یکی یکی بگیم ببینیم که کدوم حمایت مهم هستش یکی عدد 820 هستش و یک یکی هم پایین تر عدد 819 و پایین تر اگر نگاه کنیم که کف بیبی داش کوین هستش که از اینجا استارت زد و به سمت بالا حرکت داشت عدد 9090 و عدد 8010 هستش که بین این عدد یک زونی وجود داره که خیلی از پیش بینی ها حالا بالای 80 درصد مبنی بر این هستش که بیبی داش کوین از کجا شروع کرده به سمت بالا حرکت کرده که از این کف خودش هستش دوباره برمیگرده عدد مثلا 9090 و اینم غیر ممکن نیستش امکانش هستش چون که بیبی یه توکنی هستش که هر روند سودی که شروع میکنه حداقل 70 درصد اونو میاد دوباره پس میگیره الان 70 درصدی موج تکمیل نشده مثلا اینجا رو نگاه کن به سمت بالا حرکت کرده تا 70 درصد این اومده 70 درصد 80 درصدش بعد قیمت به سمت بالا حرکت کرده اینجا دوباره استا کرده تا 70 درصدش پایین اومده دوباره یه برگشتی به سمت بالا داشته و برگشته به اون منشه حرکت خودش اگر بخواد همین روند اتفاق بیفته ما هنوز جا داریم که قیمت رو پایین تر ببینیم و بیاد مثلا بین عدد 8 16, 19, 20 بین این عدد ها یک نوسانی داشته باشه و یه 70 درصدی رو اینجا ببینیم و بعد از اینکه کف سازی کنه دوباره قیمت بیاد مثل گذشته اگر اتفاق بیفته اینجا به سمت بالا بیاد یک حرکت سعودی رو داشته باشه یه تایم بریم بالاتر تایم فریم هفتگی رو نگاه کنیم توی تایم فریم هفتگی هم ما تحلیلی که انجام دادیم اینجا جالبه بچه تا کندل بوده که پشت سر هم سعودی بوده گذشته خیلی برای ما میتونه های خوبی باشه که از طریق اون بیایم سیگنال بگیریم 1 2 3 4 5 حداقل و حتی اکثر 5 تا کندل 4 تا کندل سعودی هفتگی اینجا چند تا بوده یک دو 3 4 تا کندل سعودی و اینجا چند تا بوده یک حالا از اینجا در نظر بگیریم یک 2 3 4 5 5 تا کندل سعودی و بعد قیمت برگشته به سمت پایین پس ما اینو متوجه شدیم بیبی احتیاجگاه میاد حرکت میکنه به سمت بالا حتی اکثر 5 تا کندل سودی ما ازش شاهد هستیم حتی اقل هم میتونه چهار تا کندل یا سه تا کندل سودی باشه و بعد از اون قیمت میاد کاهش بدا میکنه به سمت پایین از نظر شخصی خودم ما یه شدوی بلندی هم خواهیم داشت مثل این کندلی که اینجا وجود داره یه شدوی بلندی میتونه به این عدد بزنه و استاب هان کنه اونایی که جهت های خودشونو دارن برعکس میگیرن اونا رو بیاد از با بازار بندازه لیکویدشون کنه به اصطلاح خودمون و از بازار بیان خارج بشن یه تایم من بریم بالاتر تایم فریم ماهانه رو نگاه کنیم توی تایم فریم ماهانه که من دارم نگاه می میکنم کندل های ماهیانه خوب نیستن یعنی چه خوب نیستن مثلا یه کندل ماهیانه که میبینی یه شدوی بلندی داره کندل بعدش نزولی هستش به سمت پایین اینجا مثلا کندلی داریم که سعودی هستش یه کندل نزولی به سمت پایین اینجا یه کندلی داریم که شدوی بسیار بلندی داره بعد کندل پشت سر هم برگشتن همین تکرار شده یه دونه کندل ماهانه به سمت بالا شدوی بلندی داره امکانش هستش که به سمت پایین بیاد یک اصلاحی داشته باشه بچا یه نکته‌ای که وجود داره خیلی خودم شخصا خوشحالم که برخی از افراد بودن در گذشته که می اومدیم میگفتیم که خودم کاملا شخصا یادم هستش ما فکر کنم از یک سال پیش داریم راجع به بیبی داشکن صحبت می‌کنیم و از اون تایم من خودم به چشم رفتار هولدرها رو دارم توی کامنت ها می‌بینم یعنی چی یعنی اینکه یه زمانی خیلی گارد می‌گرفتن برای اینکه می‌گفتیم که, می که بیبی داشکن میاد استاح می‌کنه می اومدن گارد می‌گرفتن می چرا میایین این حرفو می یعنی بیا بگو مثلا بیبی دوشکن میکنه هیچ وقت از مثلا نزولی بودنش صحبت نکن ولی الان که حالا میایم از بیبی دوشکن صحبت میکنیم و میگیم که آقا اصلاح میکنه خیلی ها گارد نمیگیرن و چون که افراد منطقی شدن و ویدیوها رو دنبال میکنن میدونن که تحلیل ها درست هستش و درست پیش میره این خوب هستش که ما بدونیم که بازار میتونه هم خیلی ها رو به اصطلاح خودمون میلیونر کنه و هم خیلی ها رو میتونه ضرر بزنه بهشون ضررهای سنگینی بزنه و از بازار بیاد خارجشون کنه این خیلی مهم هستش که اینو بیایم ترکش کنیم و خیلی خوشحالم که خیلی از افراد به این نتیجه رسیدن که چه رمزرز خوبی باشه چه یک رمزرز بد باشه ما پایین اومدن رو همیشه میتونیم داشته باشیم بالا رفتن رو همیشه میتونیم داشته باشیم نباید مثلا تعصبی باشیم یا گارد بگیریم ما چیکار کردیم خودمون شخصا این حرفایی که الان راجع به صحبت می کنیم خیلی از افراد نمیگن ما خودمون اومدیم چیکار کردیم اینجاها خریدن انجام دادیم گفت گفتیم آقا پله دوم اینجا وارد شدیم پله سوم گفتیم اگر استا کنه رو پایین تر میایم وارد میشیم پله دوم که اینجا خرید کردیم یه ویدیو گذاشتم گفتم آقا اینجا من یه مقداری رو سیو سود کردم سود خودمون رو کشیدیم بیرون بالاتر گفتم آقا اینجا من یه مقداری سیو سود انجام دادم و بخش کمی به ویدیوش کن توی کیف پول خودمون نگهداری کردیم که توی ویدیوها برید نگاه کنید و با دقت گوش کنید به همین نکته ها ما اشاره کردیم و قیمت برگشت به سمت پایین اون خواسته ای که از بازار و خود ده بیویداش کوین داشتیم رو ما تونستیم برابرد کنیم برخی از افراد هستن هولدرم میگن که آقا من دست نمیزنم پایین میاد میخرم اضافه میکنم بالا هم بره بازم دست نمیزنم سرپ میکنم بیاد پایین بازم میخرم چون که فکر میکنن که بیویداش کوین آینده دار هستش به همین هم هستش بیویداش کوین آینده بسیار خوبی داره که این وصدا نظر شخصی خودم هستش که این تریدهای کوچیکی ما میتونیم انجام بدیم یه خریدهای بسیار کوچیک انجام بدیم و یه سودایی رو از بازار و خود بیویداش کوین توکن که بسیار پرطرفدار هستش به دست بیاریم بریم با هم دیگه وارد کوین مارکت کپ بشیم ما حمایت ها رو بهش صحبت کردیم دیگه نیازی نیستش که دوباره صحبت کنیم و بگیم که قیمت کاهش پیدا میکنه یا رشد میکنه گفتیم که امکانش هستش که پایین بیاد و نظرم روی نزولی بیویداش کوین هستش حالا یه بالایی میتونه بزنه به این شک دوباره بیاد استاک کنه اینا امکانشون هستن حالا بیویداش کوین توی تایم فریم ما چند دیلی بررسی کردیم روزانه 24 ساعت گذشته چیزی حدود 11 میلیون دلار حالا 12 800 هزار دلار ما شاهد این هستیم که حجم خورده 10 درصد هم افزایش پیدا کرده و مارکت کپ هم که 278 میلیون دلار هست 6 درصد هم مارکت کپش اومده کاهش پیدا کرده یه نکته ای که هستش رجب بیبی داش ما با حجم ها بسیار خوب میتونیم بازی کنیم به چه شکلی روی لونای کلاسیک هم من تحلیل خودم رو انجام دادم روی حجم ها از طریق همین حجم میشه به دست آورد اصلا نمودار رو نگاه نکنیم از طریق همین حجم میشه نگاه کرد و فهمید که بالا میره یا پایین میاد حجم بیویدوش بی که من بارها دارم تحلیل انجام میدم به یه عدد ثابتی رسیدیم 20 میلیون دلار 15 میلیون دلار بین این عدد الان 15 میلیون دلار اگر بی بی بالای اون حجم بخوره بشه 18 میلیون دلار 19 میلیون دلار این رو بدونی که قیمت میتونه کاهش پیدا نکنه قیمت میتونه افزایش پیدا کنه و به سمت بالا بیاد حرکت کنه چون که حجم ما داره افزایش پیدا میکنه الان فردا مثلا دیدی که یه 20 درصد حجمش اومده کاهش پیدا کرده برگشته زیر 10 درصد 10 میلیون دلار امکانش هستش که قیمت بیاد کاهش بده کنه و برگرده برسه به این عدد ها از طریق حجم هم میشه این رو ما بفهمیم که خیلی مهم هستش اینم از آپدیت تحلیل به دوش کوین امیدوارم که لذت برده باشید نکات مهمی رو توی این ویدیو گفتیم و اگر حالا سوالی دارید انتقادی دارید باز هم زیر ویدیو کامنت کنید با کمال میل جواب میدیم به سوال های شما تحلیل های شما و و دوستان توی صرافی وینگیکس از نظر شخصی خودم حالا توصیه میکنم که ثبت نام انجام بدید به اعضای وی آی پی خودمون هم که قبلا داشتیم من گفته بودم که فقط از این صرافی استفاده کنید اگر حالا صرافی ها بچه ریسک خودشون دارن اینو خیلیاتون میدونید صرافی های خارجی با ایرانی مشکل دارن یکیش خدمات میده یکیش خدمات نمیده ولی در حال حاضر بینگیکس گزینه بسیار خوبی هستش واسه استفاده کردن که احراز سختی هم نداره بدون احراز میتونی ازش کار کنی که از طریق اون لینک حتما ثبت نام خودتون رو بیاین تکمیل کنید دوره فارکس هم که به زودی بچا توی کانال تلگرام جوین بشید فارکس رو ما به زودی شروع می‌کنیم شروع کردیم ویدیوها رو منتشر می‌کنیم ماه قبل ما ثبت های خودمون انجام دادیم خیلی از افراد استقبال کردم و امکانش هستش که یه چند روز دیگه دوباره یک جشنواره بذاریم و یه تخفیفی بذاریم اون دوستانی که میخوان فارکس رو یاد بگیرن استفاده کنن خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان عزیز کانال فست تریدر